به نام نامی حی سبحان، پروردگار جان و جهان، عرض سلام و احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز، فامیل های محترم، پدرها، مادرها، جوانان عزیز، نوجوانان، امیدوار هستم که جور و سعادتمند باشین در کنار اعضای خانواده محترمتان. یک فضای پر از صمیمیت، پر از لطف و صفا داشته باشین. ما هم با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و امید دارم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. بله، حتما منتظر هستین که ما امروز چه صحبت و گفتگوی را با شما عزیزان داریم. قبل از اینکه بریم گفتگو را شروع کنیم، من میخوایم پرسان کنم از شما جوان عزیز. بله، من میفهم که برنامه روشنا را جمع اعضای خانواده میشینن و یک جای سریل میکنن. شما جوان، شما مادر، پدر، فرق نمیکنن. شما جوان عزیز، آیا میخوایی که در زندگی موفق باشی؟ آیا میخوایی که در تحصیلات، در درس، در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی یک انسان موفق باشی؟ یک انسانی باشی که به سمت مسیر تکامل و خوشبختی پیش میری؟ مسلم است که میگی بله. شما مادر عزیز، شما چطور؟ شما میخوایی که در زندگی خودت، در اولادداری، در کار روزانه، در مسیر زندگی یک زن موفق باشی؟ مسلم است که میگی بله. و همچنین شما پدر عزیز، شما چطور؟ معلوم است که همه ما و شما علاقه من هستیم در زندگی موفق باشیم. بسیار خوش داریم که یک انسان باشیم که در همه مراحل زندگی به سمت موفقیت ها پیش بریم. مراحل زندگی ما سر تا سر پر از موفقیت باشه. خب اگر ای قسم میخواین، پس امروز باید بیننده برنامه باشین، چرا که خواهر خوب ما خانم خاوری کارشناس امروز هستن و در مورد یک موضوع بسیار مهم بخواییم با شما عزیزان گفتگو کنیم. سلام خانم خاوری و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم به حضور شما و به حضور همه بینندگان محترم برنامه روشنا، و امیدوارم که هر جایی هستید در کنار فامیل و خانواده صحتمند و سلامت باشید. تشکر خانم اخلاقی. ما همه بیننده ها را منتظر ماندیم که ببینن که ما امروز چه صحبت و گفتگویی داریم. ما امروز میخواییم در رابطه با نظم و انضباط صحبت کنیم. بله، موضوعی که میتونه باعث موفقیت شما باشه، شاید در نظرتان نیاید و بگوین که نظم چی است؟ انضباط چی است؟ خب روز میشه، شب میشه، من دیگه در روز همو کارهای همیشگی خود پیش میبرم. حالا که نظم داشته باشم یا نداشته باشم، هیچی که میتونم موثر باشه در موفقیت من. امروز میخواییم ثابت کنیم و بگوییم که نظم در زندگی چقدر میتونه موثر باشه و چقدر میتونه که باعث موفقیت ما و شما شود. خانم خاوری عزیز، در شروع موضوع نظم هستیم و میخواییم که بر ما معرفی کنین، یک تعریف بکنین از نظم و انضباط. ما قبل از اینکه وارد تعریف بحث نظم و انضباط شوم، اول نکته رو میخواییم بگم که اون نکته ایست که ما انسان ها در زندگی همیمان یک سری عادت ها داریم. من یک عادتی دارم، شما یک عادتی داریم، در کارمان، نحوه صحبت کردنمان، زندگیمان، لباس پوشیدنمان، ساعت خوابمان، بیداریمان، در هر کاری که در نظر بگیریم. و ممکنه که برخی از ما غافل باشیم و ندانیم که این عادت‌ها بسیار در زندگی ما تأثیرگذار هستند و از جمله این عادت ها نمنظم بودن است. بله، ما میتونیم عادت بکنیم به یک شخص منظم باشیم و همچنین عادت کنیم که یک شخص نامنظم باشیم. کاملا صحیح هست. و میشه که عادت کنیم انسان نامنظمی باشیم. برای که باز اهمیت بحث نظم و عادت و منظم بودن مشخص شود، من برای شما تصویر میکشم ساعتی از زندگی خودم. بله، بله. شما فرض بکنید که شب دیر خوابیدید، بی هدف داخل گوشی و فضای مجازی و اینترنت گشتید. البته خانم خاوری عزیز، و صبح هم برای رفتن به سر وظیفه دیر بیدار شدیم، با عجله مجبور شدیم که دنبال لباسایمان بگردیم، هر کدام از یک گوشه پیدا کنیم و شاید برخیش پیدا نشه، جرابا گم شده،
بله و مجبور شیم با عجله خودمان را حاضر بکنیم، خب بدون اینکه خب صبحانه خورده شوه یا خب به هر حال نیاز به بدن هست سر صبح، و بریم به سر وظیفه یا سر صنف. بین راه هم بسیار با عجله، و این عجله ما باعث بشه که بر روی بقیه افراد هم تأثیر گذار باشه. مثلا اگر خود ما رانندگی کنیم، بسیار قوانین را رعایت نکنیم، با بله سرعت دیگه بسیار با عجله زیاد میریم. بریم، باز خدای نکرده اگر منجر به تصادفی بشه، و شما باز این نگاه بکنید، همینطور زنجیره وار برید که این بحث را ادامه بدید که چه اتفاقاتی میفته. ممکن است به سر وظیفه که برید افرادی باشن منتظر شما که بخواین شما کارشان را انجام بدین، و اونا باز خودشان هم کار داشته باشن، شما دیر برسید کارشان انجام درسته. نشوه یا دیر انجام شوه، همین به زنجیره رو شما ادامه بدید، ببینید که چه اتفاقی میفته اگر این نظم و ترتیب، حالا این نظم چه نظم شخصی باشه چه اجتماعی، ما اگر رعایت نکنیم این نظم را، و در مقابل باز شما ساعات یا روزهایی را در نظر بگیرید که باز برنامه دارید برای ساعت خوابتان، بله بی هدف داخل فضای مجازی نمیگردید، تا ساعت خاصی را میگردید، ساعت خاموشی داریم در خانواده و فامیل، و خب سر ساعت شخص میخوابه، سر ساعت بله بیدار میشه، به کارهای خودش میرسه، لباس های و کالایش میتونم از جای مخصوصش پیدا کنه درسته. بسیار راحت، بله و با آرامش سر وظیفه و سر صنف خودش بره. خب ببینید این شخص اول به چه شکل کار خواهد کرد درسته. و شخص دوم به چه نحو کار میکنه. یک دفعه تصور کنیم ما کدام شخص میپسندیم، کدام شخص مثلا میتونیم که بگویم که او موفق است یا او دیگر نیست، کاملا درست؟ صحیح است. کدام به مسیر زود بهتر میرسه و کدام نمیرسه، کدام کارش را دقیق تر انجام بله میده بدون خطا انجام میده، یا اینکه اصلا ببینید کدام شخص کنترل زندگی خودش را، مدیریت زندگی خودش را به دست داره، شخص اول به دست داره یا شخص دوم. شخص اولی که خب ناچارن سعی میکنه که با شتاب حرکت بکنه، خیلی از کارش مدیریت نمیتونه بکنه، درستم. ولی شخص دوم با آرامش بله ساعتش دست خودش هست، میدانه که کی حرکت کنه، کی بخوره، کی بخوابه. مشخصا شخص دوم شخص موفق تر است، درسته. مدیریت و کنترل بر خودش هم بیشتر داره. ما در جامعه امروزی با توجه به اینکه خب باز کارها، نوع کارها و زندگی مجازی و یا بله کامپیوتری و ماشینی چون بسیار گسترده شده، آه. ما نیاز داریم به افرادی که منظم باشند. اگر در گذشته من شخصی بودم که شب دیر میخوابیدم و صبح دیرتر بیدار میشدم، بله خب بله. شاید خیلی خلل به زندگی شخصی من وارد نمیکرد، ولی امروزه با توجه به نوع زندگی ها و سبک زندگی ها، دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن دقیقا و برنامه نداشتن برای زندگی بسیار سخت است، و تأثیر علاوه بر اینکه به زندگی خودم میگذاره، تأثیر به زندگی اطرافیان بله، من هم بله. خواهد روی اجتماع گذاشت. بسیار مؤثر است. پس بنابراین انسان امروزه باید انسانی باشد منظم، و برای منظم شدن ما نیاز به این داریم که بتوانیم خودمان را کنترل کنیم، بتوانیم خودمان را مدیریت کنیم. ما من حیث یک معلم، من حیث درسته. یک پدر، من حیث یک مادر، مسئولیت زندگی بر عهده ماست، مدیریت یک زندگی را قرار بر دوش خود بکشیم. بله من اگر نتوانم خود مدیریت کنم، کارهای خود مدیریت بکنم، خب چگونه میخوایم که به شاگردای خودم مدیریت بله کنم، یا یک مادر یا چگونه خانواده، میتونه که خانواده خودم مدیریت کنه، اولادای خودم مدیریت کنه. بله پس بنابراین ما نیاز داریم به انسانهای منظم و خود کنترلگر، و کسی که بتواند خودش را مدیریت و رهبری کنه. فکر پس میکنم نیاز ضروری ما هست،
یعنی ما باید منظم باشیم و نظم داشته باشیم. درست است، این جزء ضروریات زندگی هست. قطعاً ما نمیتونیم بگوییم که دیگه ما حالا مثل قبل بودیم، یعنی مسیر ما همیشه نمیتون بوده. ما عادت کردیم. نمیتونیم اینطور بگوییم. باید بالاخره از یک جای یک تغییراتی ایجاد کنیم در زندگی خودمون و در رفتارهای شخصی خودمون. قطعا همین شکل است. اگر پس من تا الان عادت به نظم داشتم که خب بسیار خوب است، بینندگان ما به همین شکل بسیار عالی است، به همین روند ادامه بدیم، برنامه ما رو تنظیم کنیم و خب اگر جای نیاز به اشکال داره اشکالات رو میگیریم و قوی ادامه میدیم راه خودمون. ولی اگر احساس میکنیم که این نظم دیگه در زندگی ما وجود نداره، به نظرم امروز میتونیم شروع کنیم، امروز تصمیم بگیریم که شخص منظمی باشیم. فکر نکنیم که دیر شده یا من پیر هستم یا سالمند هستم یا شخص بزرگسال هستم. سالها ما قسم زندگی کردیم دیگه، گمش کنه دیگه چی دیگه، من اینا نو بگیرم برای خودم برنامه‌ریزی کنم و نظم داشته باشم، این گپ نیست. از هر لحظه میتونیم شروع کنیم. قطعا من مثلا 20 سال 30 سال 40 سال به همین شکل شروع کردم، انجام دادم کار من و وظیفه من و الان نمیتونم. به نظرم این فکر درستی نیست. ما امروز میتونیم تصمیم بگیریم، حتی اگر ما یک روز دیگه زنده باشیم به دنیا، او یک روز رو هم باید خوب زندگی کنیم و از او یک روز هم از ما سوال میشه. بسیار عالی. بله، یکی از صحبت مهم خانم خاوری عزیزی بود که از همین حال شروع کنیم و نظم را در زندگی خود ما ایجاد کنیم، تصمیم بگیریم و شروع کنیم. میان برنامه تقدیم شما عزیزان، همراه ما باشیم. یا صاحب الزمان، جوانان برای خرسندیت جان در دایره شهادت گذاشتند و مردانمان موی در ساحت انتظار سپید کردند و پیرانمان بیتاب لحظه دیدارت از سراسر دنیا کوچیدند و دریغا که نیامدی. کاش لحظه‌ای در ضیافت نگاهت به زیارت خدا مشرف می‌شدی و در صحن چشم‌هایت به پابوس خورشید عشق می‌آمدی. کاش آنی در آسمان سیمای زیبایت به تماشای بدر دیده به هلال ابرویت می‌نشستی و رنج روزگار هجران به عشق اشتیاق می زدودیم. ای یوسف فاطمه، عیار سفر کرده، هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می گریند و فقط با تماشای قامت تو بینا می شوند. ما در کنار دروازه دلهایمان شاخ گلهای ارادت به دست گرفته، هر آدینه منتظریم که چون رسول اعظم که از مکه به مدینه النبی هجرت کرد، از مکه طلوع کنی و به مدینه المهدی دلهایمان پا گذاری. یا صاحب الزمان، خب تشکر از همراهی گرمتان. عزیزان بیننده میتونید با ما در ارتباط باشین، مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی ما هست و خانم خاوری عزیز هم که کارشناس محترم امروز برنامه ما هست میتونن پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. حالا بپردازیم به موضوع ما و ای که نظم چیست. حالا خب
گفتیم که نظم لازمه و ضروری هست. باید همه ما در زندگی نظم داشته باشیم. هر کس میخواد موفق باشه، خب نظم داشته باشه. حالا بیایم ببینیم خب این نظم چی است که قدر اهمیت داره در زندگی ما. قبل از باز تعریف نظم و اینکه نظم چیست، این بگم که ممکنه که برای بینندگان محترم ما این سوال پیش بیاید که خب ما شنیدیم که افرادی که منظم هستند ژنتیکی اینها منظمند. خب. و خب اینا به شکل ارثی و ژنتیکی اشخاص منظم هستند. من که امروز شخص نامنظم هستم دیگه بنابراین ممکنه ناامید شوم و بگم که خب دیگه پس بنابراین من شخص نامنظم هستم ارثی و ژنتیکی. یعنی میتونه ارثی باشه؟ ولی چنین ممکنه میزانی از منظم بودن ارثی و ژنتیکی باشه که بلی. از طریق پدر و مادر از خزانه ژنی بر ما ارث رسیده باشه، ولی قسمت بسیار زیادش من برای بینندگان عزیز بگم که یاد گرفتنی است، اکتسابی است. ما میتونیم یاد بگیریم، تمرین بکنیم، بله. حتی اگر خطا کردیم باز ادامه بدیم، باز انشاءالله میگیم که چه روش ها و چه راهکارهایی میشه استفاده کرد برای که شخص منظم باشیم. پس این گفتم این مطلب رو بگم که یک انگیزه بسیار خوبه برای بینندگان ما باشه که بحث رو خوب کامل گوش کنن و فکر نکنن که به دردشون نمیخوره. بله، من واقعا تا بال فکر نمیکردم که مثلا نظم حالت وراثتی داشته باشه، مثلا همه خصوصیات ما یک جنبه از ارثی بودن و ژنتیکی بودن را دارن، ولی خب خیلی قسمت زیادش هم اکتسابی ما به دست بیاریم از طریق تمرین و یادگیری است. خب نظم چیست؟ ما معمولا وقتی که از نظم صحبت میکنیم همیشه مجموعه از چیزها باید باشن. مثلا من به عنوان یک شاگرد یا دانش آموز کارهای مختلفی دارم، مثلا 5 تا کار 10 تا کار بر عهده من هست، من باید اینها رو انجام بدم در فاصله زمانی صبح تا شب دیگه. آره، در فاصله زمانی کامل. یا من مادر یک خانواده هستم، باز کارهای مختلفی دارم. یا معلم هستم، باز هم کارهای مختلف، چند کار دارم. بنابراین وقتی از نظم صحبت میکنیم این مجموعه از چیزها هست همیشه، و در کنار این مجموعه از چیزها این مجموعه باید مرتب باشه، به هم پیوسته باشه. ما میگیم این مجموعه یک مجموعه است منظم. درست. خب این پیوستگی چجوری به وجود میآید؟ خب ما میخواییم که خب کارهای ما به شکل یک مجموعه منظم باشه، میخواییم پیوسته باشه. خب چه چیزی منجر به این پیوستگی و این نظم میشه؟ در نظم چیست که این اجزا رو کنار هم پیوسته میکنه؟ از همه اینها مهمتر یا مهمترین چیزی که در نظم وجود داره هدف است. هدف. بله. من به عنوان یک مادر باز یا به عنوان یک معلم، به عنوان یک شاگرد باید هدف داشته باشم. اگر هدف برای مشخص باشه این کارها رو میدونم که چجور انجام بدم، این 10 تا کار یا این 15 تا کار رو میدونم که به چه شکلی انجام بدم. ولی اگر هدف من مشخص نباشه، خب من میگم که من دوست دارم اول این کار انجام بدم، کار دوم رو اصلا انجام ندم امروز، کار سوم رو بگذارم دیرتر انجام بدم، یا اصلا انجام ندم بقیش رو، یا هر وقت که دوست داشتم انجام بدم. خب به همین شکل است که بی‌نظمی ایجاد میشه. وقتی که ما هدف نداشته باشیم بی‌نظمی انجام میشه و مشخص نیست که کار باید کی انجام شود. مثل ایست که شما وقتی که از خانه بیرون میشید اگر بدانید هدف شما و مقصد شما مشخص باشه، درست. میدانید که کجا باید برید، بله، کدام ماشین رو سوار شید، از کدام سرک یا جاده رد شید، بله، و آدرس کلن برای شما مشخص است. ولی خب باز دوباره خودتون رو در نظر بگیرید، از خانه بیرون شدید، در رو باز کردید ولی نمیدانید کجا برید. شخصی که هدف نداشته باشه به این شکله، خب ممکنه شما هر جایی برید بگید خب این جاده یا این سرک دنبال کنم، سردرگم میشیم از آخر، خسته و مانده میشیم و نمیفهمیم که معلوم نیست که به کجا میخوایم بریم، چی میکنیم، به کجا برسیم.
بنابراین هدف داشتن بسیار مهم است. من از همین جه برای جوانا، برای نوجوانا، برای مادرها، برای همه اقشار جامعه، فرقی نمی کنه پیر، جوان، کودک، برای خودمان هدف در نظر بگیریم. من اگر دانش آموز هستم میتونم برای خودم هدف در نظر بگیرم. من باید برای خودم تصویر بکنم که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه باید کجا باشم. بخشید یکی کم یال یک سال پیش آمدی که مثلا میگه 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، مثلا ما هدف های کوتاه مدت هم باید میتونیم داشته باشیم، اصلا برای روز خودمان، برای ساعت خودمان، برای ساعت خود. حتی مثلا هدف یک دانش آموزیست که من مثلا نمی درسه باید بخونم و داش بهترین نمره و امتیاز بگیرم، میشه یک هدف. نه مثلا شاید سال پیش به خب قطعا. مثلا ما هدف داشته باشیم چی باید داشته باشیم، یا مثلا مادر یک خانواده مثلا هدفش چی باشه که من امروز مثلا این غذا رو میخوایم بر اولادای خود پخته کنم، غذایی باشه که تمام مواد غذایی خوب و مفید داشته باشه، این هدفش است، درست؟ و تلاش میکنه که بو هدف بره. حالا ما هدفهای بسیار خرد میگیم، حالا هدفهای بسیار بزرگ هم میتونه اگه انسان در زندگی داشته باشه. هدفهای بزرگ، باز برای رسیدن برای به هدفهای بزرگ ما باید مسیر بشکنیم، یعنی مرحله مرحله پیش بریم. اگر فقط یک هدف بزرگ رو برای خودمون تصویر بکنیم، بعد ممکن اون هدف رو بسیار دور ببینیم، رسیدن به اون سخت میشه. ممکن در بین را بگیم بسیار راه طولانی است، منصرف شم از اینکه خب به اون مقصد که میخوایم برسم. برای اینکه بخوایم بدون اینکه خسته شوم و بدون حالا با خطای کمتری به اون مقصد خود یا به هدف خود برسم، برای خودم مرحله مرحله میکنیم. مثل یک کوهنوردی که میخوای به قله کوه برسه، خب اگر از همین ابتدا بگه که خب من قراره به اون کوه بلند برسم، بسیار برایش سخت است. بدون تمرین و بدون تلاش مثلا بسیار برایش سخت است. ولی اگر همین مسیر را برای خودش مرحله به مرحله برنامه ریزی بکنه، بگه که من مثلا تا 1 ساعت دیگه قرار مثلا به این مرحله برسم، درست. به این نقطه برسم. خب میبینه که تا 1 ساعت دیگه، 1 ساعت دیگه، چون خیلی زود میایه، زودتر است از این که خب ممکنه به رسیدن به قله چند روز و یا حتی هفته ها طول بکشه. خب اینجا شخص بسیار امیدوار میشه، من رسیدم. و حتی افرادی که خب حالا در علوم تجربی هم تبحر دارند، اهل آزمایش و این مسائل هستن، میگن که وقتی که انسان به یک موفقیتی میرسه و موفقیت برای خودش برنامه ریزی میکنه، ذهن هم خب یک هورمونی ترشح میشه که این هورمون یک حالت تشویقی برای بدن ایجاد میکنه و اون حالت تشویقی باعث میشه که من باز با انرژی بیشتر برم. پس اگر اون کوهنورد یا من که برای خودم هدف تصویر کردم، قسمت اول را بگم خب این قسمت اول همین نزدیکی است، بله، و همین نزدیکی میرسم و هنگامیم که برسم خب مشخصا خوشحال میشم و خب او واکنش بدنی هم در من ایجاد میشه، من حاضر میشم برای مرحله دوم. بله. و همینطور همه مراحل رو به سمت هدف انسان میتونه طی بکنه. چون وقتی که راه طولانی باشه، انسان ممکنه انگیزه خودش از دست بده. یک سری مشکلاتی در زندگی همه ماها وجود داره که این مشکلات ممکنه که نگذاره ما به راحتی به آنچه که میخواهیم برسیم. بله. و موانعی وجود داره. بله، درست است. بنابراین خب الان میگم که من من حیث یک مادر هم میتونم برنامه‌ریزی کنم. هدف من یه باشه که من خانواده خودم رشد بدم، چه از نظر جسمی، چه از نظر روحی، معنوی و تربیتی. خب میتونم برای خودم همین برنامه رو بریزم برای بحث جسمی، ای که خب سعی بکنم که غذاهای بپزم که در این غذاها همه انواع اقسام انرژی ها و مواد مغذی و مفید داخلی غذاها باشه که برای بدن فرزندان و اولادای ما نیازه. و همینطور خب برای افراد بزرگسالی که در خانواده هستن، درستن. افرادی که باز کوچیک هستن، برای همین اقشاری که در خانه با هم زندگی میکنم. یا من حس یک معلم، من باز میخوام که شاگردای من رشد بکنن از نظر
آموزشی و تربیتی. بله باز این هدف رو وقتی برای خودم قرار بدم، باز میتونم که این رو خورد بکنم و مرحله به مرحله پیش برم، قدم به قدم پیش برن. بسیار عالی. بله، یکی از مسئله مهم داشتن نظم، داشتن هدف هست. خب بسیار خوب، میان برنامه باز هم تقدیم شما میشه و بعد از او همچنان با برنامه روشنا همراه باشین و ببینین که در نظم و انضباط چقدر مسائل مهمی وجود داره و چقدر گفته‌های زیادی وجود داره. همراه ما باشین. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. خب تشکر از همراهیتان و موضوع برنامه در رابطه با نظم و انضباط هست و خانم خاوری عزیز هم کارشناس امروز برنامه هستند. شما عزیزان میتونین از طریق نمبر واتساپی مثبت 964-780-255-413 با ما در ارتباط باشین. سوالات اگر دارین خواهر خوب ما پاسخگوی شما هستن و همچنین اگر نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هر گفتگو و صحبتی دارین با ما حتما در ارتباط باشین. موضوع نظم و انضباط و ای که چقدر میتونه در زندگی ما مؤثر باشه قابل گفتگو هست و در ادامه صحبت ها هستیم با خانم خاوری. و ای که خانم خاوری عزیز، گفتین که نظم لازمه و ضروری هست و برای که ما بتونیم یک انسان منظم باشیم باید هدف داشته باشیم. خب فقط هدف داشتن کفایت میکنه؟ در یک مجموعه منظم هدف داشتن لازم است ولی کافی نیست. بله. برای پیوستگی اجزا باز هم ما نیاز داریم به برنامه ریزی کردن. فقط هدف داشتن کفایت نمی کنه. شما در نظر بگیرید، خب هدف دارید، برای خودتون هدف را ترسیم و تصویر کردید و هدفتون مشخص است. خب من چگونه به سمت این هدف برم؟
این بسیار مهم است که ما بتوانم برنامه ریزی بکنم برای رسیدن به هدف. در واقع اگر بخوایم مثال بزنیم، هدف همون نقشه راه ماست، برنامه ریزی همون معماری است. معمار کسی که خب او هدف رو باید بتوانه پیاده بکنه، میشه معمار. بنابراین ما برای رسیدن به اهداف خودمان نیاز به برنامه ریزی داریم و برنامه ریزی از ارکان بسیار مهم و با عامل پیوستگی اجزاست. درسته. خب ای که من کارهایی رو که دارم، 10 تا کار یا 15 تا کاری که دارم در روز قرار انجام بدم، خب کدامش را اول انجام بدم، کدامش را بعد انجام بدم، کدام مهم است، کدام مهم نیست، اینها با برنامه انجام میشه. ممکنه که برای ما پیش آمده باشه که یک کار را ما بسیار برش وقت میگذاریم. فرض میکنیم برای درس خواندن بسیار وقت میگذاریم، باز برای تفریح وقت نمیگذاریم، وقت کم میمانه. خب این بی برنامگی است و بی نظمی در نهایت ایجاد میشه. حالا یادم آمد از این موضوع که مثلا بعضی وقتها بعضی انسان ها مثل یک ربات میمانن. مثلا صبح از خواب میخیزن دیگه صبحانه یعنی مثلا یک چیز صبح میخورن، حالا رخت میپوشن، میرن، میآیند، میشینن، میخوانن، یعنی یک رقم هستن که همون که گفتم مثل ربات واری. شاید این تجسم بسیار خوب باشه، اگر به هر حال مثال دیگه ایم در ذهنم نمیایم یاله. یعنی خب فکر کنین، یعنی به هیچ امور شخصی دیگه یا امور اجتماعی دیگه نمیرسن. یک قسمی هم دیگه بیان نظم هم نمیگن دیگه، درست؟ اصلا یک تفکر اشتباهی است که بین ما هست و شاید هم خیلی از ما از نظم فراری هستیم. همین رقم افراد را فکر میکنیم که منظم بودن، یعنی همین شکل افراد که فقط همه کارش سر برنامهش سر ساعت شروع میشه، تفریح نداره، مهمانی رفتن نداره، با اهل خنده و بگو بخند و صحبت کردن با دیگران نیست، فقط در حال انجام دادن کاره. یک قسم نظم فایده نداره. مثلا تفکر اشتباه در رابطه با نظم. نظم این نیست. نظم این که ما به همه کارها و به همه ابعادی که بدن و روح ما نیاز داره باید به همه اینها برسیم. اگر خب بدن ما نیاز به خوردن داره، نیاز به خوابیدن هم داره، نیاز به هم صحبتی داره، نیاز به اینکه انسان مهمانی بره، نیاز به اینکه با خانواده خودش باشه، نیاز به تفریح داره، همه اینها را نیاز داره. و بسیار هم جالب است باز یاد بکنیم از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان از زبان حضرت علی علیه السلام باز زندگی ایشان وقتی ترسیم میکنن میفرمایند که پیامبر زندگیش را به 3 دسته تقسیم کرده بود. یکی لله، برای خداوند متعال. خب اهل ایشان میدونیم دیگه، اهل نماز بودن، اهل مناجات بودن، این زمان را داشتن. و لأهل، دوم برای اهل خودش، یعنی گاهن کنار خانواده خودشان می نشستن، صحبت می کردن. و ما می بینیم که در تاریخ شخصی، خانومی به نام حولا، که این شخص عطر فروش بود، به خانه پیامبر می آمد، در کنار همسر پیامبر می نشست و صحبت می کرد و برای پیامبر هم عطر می آوردن. خب پیامبر با این خانم صحبت می کردن، از کارش می پرسیدن، این صحبت های اجتماعی بوده و خب از ایشان خریداری می کردن عطر. ای تو نبود که چون پیامبر هستن فقط نماز بخوانند و اهل دعا و مناجات باشن. و پس بنابراین یک وقتش برای خداوند متعال، یک وقت با اهلشان می‌نشستن، با خانواده خودشان صحبت می‌کردن. و حتی ما باز در تاریخ داریم حتی پیامبر شوخی می‌کردن با اطرافیان و اهالی و افراد خانواده‌شان و وقتی را برای خودشان در نظر می‌گرفتند. بنابراین تقسیم بندی زمان را ببینید. پس این تو نیست که فقط شخص، اگر شخص متدین است فقط به کار و وظیفه بپردازد، دیگه هیچ زندگی، خانه، اولاد، همسر، بله، یا برعکس مثلا. و کلن میشه یک بگیم یک زندگی کاریکاتوری. کاریکاتورها که میبینیم مثلا در کاریکاتور یک قسمت از اعضای بدن بسیار بزرگ است، باز بقیه اعضا کوچیکه. زندگی کاریکاتوری زندگی منظم نیست.
ای که فقط به کار بپردازه میشه یک زندگی کاریکاتوری. همه اینها در کنار هم همه اینها مهم هستند. و باز هم یاد میکنیم از امام کاظم علیه السلام که باز ایشان سفارش کردند بر ما که زندگیتان را، اوقات روزانهتان را به 4 دسته تقسیم بکنید. باز ساعتی برای مناجات خداوند، خب الحمدلله کشور ما کشور اسلامی هستن، اما اهمیت میدن به نماز خواندن اول وقت، به قرآن خواندن، به دعا خواندن و مراسمات دست جمعی و یا فردی که داریم در درستم. دین به ما سفارش شده همه انجام میدن. خب ولی اینها تنها کفایت نمیکنه. ساعتون فی امرار معاش، مسلمان باید اهل کار باشه، اهل امرار معاش باشه. درست. دستش نباید دراز باشه پیش دیگران، نباید نیازمند باشه. ما میبینیم که معصومین و اهل بیت با اینکه خب امام بودن، پیامبر بودن، اهل کار بودن، اهل عرق ریختن، اهل سختی کشیدن بودن. 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم خانم فرادی. و هم سوم ای که اهل معاشرت با اخوان، یعنی که با دوروبری های خودتان، بله. با خانواده خودتان، با دوستتان، با فامیل داشته معاشرت داشته باشیم، به مهمانی بریم، دیگران را دعوت بکنیم. اینها هم یک بعد از زندگی است. و چهارم که باز بسیار مهم هم شاید باشه و امروزه با توجه به نوع زندگی های ما جایش خالی باشه و حتی تأثیرگذار برای 3 موردی هم که گفتیم باشه، درست. استفاده از لذت های حلال. مثلا شخص اهل ورزش باشه، کوهنوردی باشه، اهل تفریح باشه، به طبیعت بره، اینها باعث میشه که خب یک نشاطی در فرد ایجاد شوه که خب شخص وقتی مناجات میکنه خب سر حال باشه، وقتی که با دیگران در ارتباطه، وقتی که داره کار میکنه باز با انرژی سر کار باشه. بنابراین پس برنامه ریزی کردن هم بسیار مهمه. ما در رابطه با برنامه ریزی کردن از ائمه و معصومین خودمان هم دستورات بسیار فراوانی داریم که اوقات روزانه باید برنامه ریزی شوه، فقط به یک بعد پرداخته نشوه. و قسمت بعدی رهبری و مدیریت که در ابتدا گفتم انسان منظم انسانی است که بتوانه خودش را رهبری و مدیریت بکنه. حالا ما میگیم که در هر زمینه انسان باید مدیریت رفتارهای خودش داشته باشه. و اینکه نظم هم آله دیگه جزء یک نوع رفتار انسان هست که باید مدیریت شود. بله، من وقتی انسان منظمی باشم میدونم که چگونه خودم مدیریت بکنم. اگر صرف این که دوست داشته باشم این کار را انجام بدم، خب وقتی من مدیریت و تسلط بر خودم دارم، خب بگم که این کار الان ممکنه لذت بخش باشه و خوب باشه، ولی در نهایت نباید این را انجام بدم، در نهایت به نفع من نیست. خب باز این هم مهارت هایی میخواهی که باز انشاءالله در برنامه های بعد انشاءالله میپردازم. خب چه بسا بسیاری وقتها از خانم خاوری عزیز که مثلا بسیاری از آن جوانان ما یا بسیاری از خانواده های ما در یک مسیر پیش میرن و میبینن که موفق نمیشن و همیشه او را میگن که مقصر مثلا جامعه است، مقصر فلانیست، یا ما بدشانس هستیم، ما نمیفهمیم که چرا اینطور یک انسانهای بدبخت هستیم که هیچ وقت ما موفق نمیشیم در هیچ کاری. خب غافل از این هستن که یک فاکتور بسیار خرد را در زندگی خودشان رعایت نمی کنن. درست است که شاید به نظر ما خرد بیایم، ولی یک گپ بسیار کلان است در زندگی و او هم همون نظم هست و او هم همون انضباط هست که ما باید این در زندگی خودمون همیشه عملی کنیم و انشالله که شاید موفقیت ها خواهیم بود. تشکر میکنیم خانم خاوری از صحبت های شما و انشالله که در ادامه روزهای دوشنبه کاملا این مباحث شما زیادتر گفتگو میکنین، زیادتر باز میکنین و بسیاری از راهکارهایی را برای بیننده ها بیان میکنین که چه باید بکنن که یک انسان موفقی باشن. از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده هم جان سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوار هستم که در هر روز یک برنامه ریزی خوب داشته باشین و منظم بیننده برنامه ما باشین. با اتفاق خانم خاوری عزیز از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما را به خدای پاک و بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتان.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.